سلام، خوش اومدید به چنل من. شان هستم. تو این چنل قراره کلی ویدیوهای خفن آموزشی همینطور یه سری کارهای فینگر استایل با تبلت براتون بذارم. خیلی خوشحال میشم که سابسکرایبم کنید و دکمه زنگوله رو حتما بزنید تا هر وقت که ویدیو گذاشتم براتون مطلع بشید و برید ببینیدش. تو این ویدیو قراره که من آهنگ آگزل اف رو به سبک فینگر استایل براتون آموزش بدم. آهنگ آگزل اف رو خیلیاتون شنیدید، خیلی حتی بازیشو کردید. یه قورباغه سبزی بود توی یه جاده همجوری میرفت میپریدیم برون بر، یه آهنگ باحالی هم داشت. اون آهنگو براتون در نظر گرفتم. اگه کاملش رو میخواید ببینید، من نمیتونم توی یوتیوب پستش کنم چون که قانون کپی رایت داره، پس اگه لطف کنید برید توی اینستا و ببینید اونجا ممنونتون میشم. اونجا براتون پست کردم، میتونید کاملش رو ببینید و اینجا هم که درسش رو بهتون آموزش میدم. بریم سراغ ویدیو تا دیر نشده. این آهنگ تقسیم میشه به 4 بخش. قسمت اول فقط ملودیش زده میشه، قسمت دوم یه ریف بیس داره و قسمت سوم این دوتا همزمان با هم زده میشه و یه قسمت هم داره برای بریجش که دونه دونه این قسمت ها رو با هم میریم جلو. آهنگ با این ملودی شروع میشه. اول سیم یک ما آزاد زده میشه. اگه بتونید خودتون با انگشتتون خفش کنید خیلی خوب میشه، به این شکل. پس آزاد، فرد سه، دوباره آزاد، فرد پنج، دوباره آزاد، فرد سه، سیم دو. پس شد میتونید این ویبرینجا رو نرید، میتونید خیلی صاف بزنید و بعد دستتون حرکت میکنه جلوتر. میتونید اینجا اسلاید برید، میتونید اسلاید نرید. اسلایدش اینجوریه، بدون اسلاید، هر کدوم که خودتون راحت تر بودید. آزاد، فرد هفت، دوباره آزاد، فرد هشت، فرد هفت. میتونید اینجا باز اون ویبرار رو نرید، میتونید برید. پس شد و بعد آزاد دوباره با انگشت چهارتون، فرد دوازده سیم دو و بعد این دوتا رو همزمان با هم بگیرید با انگشت دو چهارتون و بعد دلیل اینکه میگم با انگشت چهار اینو بگیرید به خاطر اینکه بعدا بعد نوتای بیس بهش اضافه کنید و اون موقع نمیتونید با انگشت دیگه این دوتا نوتو بگیرید. پس دوباره آزاد میزنه، فرد سه، سیم دو، دوباره سیم دو، همون فرد سه، آزاد، سیم دو. پس شد آزاد، دوازده، دوازده، آزاد، سیم دو، فرد سه، دوباره همون، آزادش هم میزنیم، فرد سه، سیمه یه، آزاد. خب این قسمت اول بود. قسمت بعدی ریف بیسشه. سیم شیشمون این بار آزاد زده میشه و بعد سیم چهار، فرد دو. اینا رو میتونید مثل اون خفه کنید، میتونید خفه نکنید. من خودم با این سه تا انگشتم میذارم خفه میکنم، میتونه آزاد زده بشه. میتونید با این انگشتم خفه کنید، ولی خب من میخوام سیم شیشم هم خفه کنم صداشو، به خاطر همین این سه تا انگشتم استفاده میکنم. پس شد آزاد،
سیم 4 فرد و آزاد سیم 4، سیم 5 فرد 2، سیم 4 آزاد، دوباره پس شد. قسمت بعدی دوباره آزاد میزنیم سیم 6 رو، سیم 4 دوباره فرد 2، یه مکس میکنیم سیم 5 فرد 2، آزاد سیم 4 دوباره فرد 2 سیم 4. پس تا اینجا بیسمون میشه نوت 2 فرد 3 سیم 5، دوبار میزنیم سیم 4 آزاد، سیم 5 دوباره، دوباره سیم 4، پس میشه اینجا یه ملودی ریف داره سیم 4. یه پول آف ریز میتونید برید اینجا، میتونید آزادشو بزنید، سیم 5 فرد 2 آزادش، فرد 3 سیم 1، سیم 6 و دوباره آزادش سیم 6. اینم قسمت دوم بود. میریم سراغ قسمت سوم. قسمت سوم کم سخت‌تره ولی قسمت شیرین ماجراست، چون قراره که ملودی قسمت اول و بیسلاین قسمت دوم رو با هم دیگه همزمان اجرا کنیم روی گیتار. به خاطر همین کم سخت‌تره ولی قشنگ‌تره. اگه یادتون باشه ما با نوت می یعنی سیم 6 آزاد تمام کردیم قسمت دومو، ولی همون نوت رو ما باید همزمان با سیم 1 آزاد بزنیم و بعد این پوزیشن رو میگیریم، انگشت 3 روی فرد 3 سیم 1 و انگشت 1 روی فرد 2 سیم 4، جفتش رو همزمان میزنیم. پس میشه و بعد دوباره سیم 1 رو آزاد میزنیم. میتونید اینجا سیم 1مون رو که آزاد میزنیم و همزمان با سیم 4 آزاد بزنیم که اینجوری میشه. بعد انگشت 4 روی سیم 5 روی سیم 1 فرد 5 و انگشت 1 روی فرد 2 سیم 5 قرار میگیره و بعد سیم 1 آزاد و همون انگشت روی فرد 2 سیم 5 قرار میگیره و آزاد زده میشه جفتش. بعد سیم 2 فرد 3 همزمان با این پوزیشن نگه دارید، دوستش نمیتونید ورده ولی نگه دارید قشنگتر صداش بمونه این بیس. و اینجا با سیم 4 آزاد زده میشه این دوتا، پس میشه و بعد میریم برای قسمت بعدیش. دوباره سیم 1 و سیم 6 آزاد زده میشه، اینجا هم قسمت اسلاید است ولی خب ما اسلاید نمیریم. بعد میایم روی فرد 7 سیم 1 و سیم 5 رو با هم میزنیم و بعد دوباره آزاد زده میشه و بعد این پوزیشن سیم 1 فرد 8 و سیم 6 فرد 7 و بعد سیم 1 فرد 7 و این قسمت انگشت 3 میاد روی فرد 8 سیم 2 و این انگشت 9 از روی سیم 6 میاد روی سیم 5 فرد 7، پس میشه و بعد انگشت 1 میاد روی فرد 8 سیم 6 و دوباره با سیم 1 آزاد زده میشه
اینجا همون قسمتی که گفتم سخته، انگشت چهارتون میاد این تو سیم همزن با هم میگیره، یعنی اول آزاد، اول سیم دو و بعد سیم یک و بعد آزاد زده میشه سیم یک. اینجا انگشت دوم میاد رو فرد سه سیم دو و با نوت ره که سیم چهارمون آزاده زده میشه، پس میشه بعد دوباره سیم دومون رو همین فرد سه میزنیم و اینجا انگوشه که اون میاد روی فرد دو سیم پنج و با سیم دو آزاد زده میشه و بعد انگشت سمون میاد روی فرد سه سیم یک و با سیم چهار آزاد زده میشه و بعد جای این دوتا انگشت عوض میشه، انگشت یکمون میاد روی فرد دو سیم چهار و این انگشت سمون برداشته میشه و آزاد زده میشه. پس این قسمت یکم سخته، این قسمت سوم ماجرا بود که قسمت سختش بود. میریم سراغ قسمت چهارم که آخرین قسمته، میشه بریج. سیم 6 آزاد و سیم انگوشه یکی اون روی فرد یک سیم 3 و سه تا سیم 1 2 3 رو با هم آزاد میزنیم 3 بار و بعد میریم روی آکورد ر ماژور با تفاوت این که انگشت چهارمون رو روی فرد 3 سیم 1 قرار میدیم و سیم بیسمون هم خب ر دیگه و ضربه دوم رو تو سه تا سیم 1 2 3 است، با اینکه یه پول آف داریم از سیم تو سیم 1 از فرد 3 به فرد 2 که این انگشتمونه و بعد آزاد میزنیم و بعد سیم 2 میشه این کار رو دوباره انجام میدیم بعد آکورد دو ماژور رو میگیریم، اول بیس و بعد دو تا سیم دو سه سه بار میزنیم و بعد اسلاید میریم دو تا فرد جلو، یه بار میزنیم و بعد دوباره آزاد پس میشه و بعد انگشت یکمون رو دوباره میزنیم فرد یک سیم سه و این بار انگشت سمون رو میتونیم بزنیم و یا انگشت چهارمون رو هر کدوم دوست داشتید. من معمولا انگشت چهارم میذارم. اینجا دو تا سیم رو با سیم بیس همزمان میزنیم. برمیداریم سه بار میزنیم سیم یک دو سه رو بس میشه. دوباره میذاریم. بس میشه. و دوباره میتونیم برگردیم رو قسمت سوم، قسمت سوم رو دوباره بزنیم، دوباره بعدش میتونیم دوباره قسمت چهارم رو بزنیم و بعد میتونیم قسمت اول رو بزنیم و آهنگ رو تمامش کنیم. خب این درس یکم سخته، آهنگ سختیه، یکم به قول معروف تو مخیه، ولی خب با تمرین یاد میگیرید. سعی کنید اول آهسته و مترونوم پایین شروع کنید تا اونجا که میتونید و من خودم قلقم واسه یادگیری اینه و به شما پیشنهاد میکنم که آهسته با مترونوم پایین شروع کنید و یه نقطه برای خودتون مشخص کنید که تا اون نقطه رو کاملا یاد بگیرید و بعد وارد قسمت بعدی بشید. میتونید قسمت قسمت یاد بگیرید، میتونید هر قسمت تقسیم کنید به چهار قسمت هر جوری که خودتون دوست دارید، میتونید هر جایی که احساس میکنید صدای بهتری میتونید داشته باشه، مثلا توی این قسمت که من اینجا همین سه تا سیم رو با هم میزنم میتونید فقط اینجوری بزنید، هر جور که خودتون دوست دارید به سلیقه خودتون این کار انجام بدید. و بعد اینکه میتونید یه روش تمرین خیلی خوب داشته باشید، اونم اینه که وقتی که تمرین میکنید و یه جایی اشتباه میزنید برگردید از اول شروع کنید تو تمرین کردن و دوباره به اون نقطه برسید. این باعث میشه که تکرار مکررات کنید، اول تمرینتون رو قشنگ یاد بگیرید و بره تو مغزتون. به نظر من
قطعه خوبیه، باحاله، سعی کن یاد بگیرید، خیلی کمکتون میکنه تو انگوش گذاری و اینکه چون یه ذره بازی میکنه با انگوش گذاری ها، خیلی کمکتون میکنه تا قطعات بعدی راحت تر یاد بگیرید. خیلی صدا میده. ممنون که همراه بودید. باز میگم کامل این قطعه رو من تو اینستاگرام پست کردم، میتونید اونجا ببینید که کاملش و با مترونوم اصلیش چجوری میشه. مترونوم خودتون میتونید ببرید بالاتر، اینستاگرام پایین میذارم. برای اینکه این قطعه رو یاد بگیرید، اگه مشکلی چیزی داشتید تو اینستا حتما بهم دایرکت بدید، من حتما جوابتون رو میدم. تو قسمت نظرات کامنت این پایین برام حتما بنویسید که چه قطعه‌ای دوست دارید. اگه درخواست بالا باشه من قطعه رو براتون ارنج میکنم میذارم، و اگه یه درخواست خصوصی دارید، مثلا یه قطعه خصوصی برای خودتون فقط میخواید، میتونید تو اینستاگرام بهم دایرکت بدید و من سعی میکنم که اون قطعه رو تو کوتاه‌ترین زمان ممکن براتون ارنج کنم و براتون بهتون آموزش هم میدم. و اینکه تو قسمت کامنت دوباره میگم میتونید نقد کنید نحوه آموزش برای اینکه بهتر بشه، برای اینکه اگه جایش خوب توضیح نمیدم بهم بگی تا تصحیح کنم تو ویدیوهای بعدی. ممنونم که با هم همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.